کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در نیویورک در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، خواستار رسیدگی فوری این شورا به وضعیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. این نامه که روز گذشته و با امضای جوئل سایمون، مدیر این کمیته منتشر شده، وضعیت آزادی بیان و مطبوعات در ایران را نگران کننده توصیف کرده است. کوروش صحتی با ماست. آقای صحتی، چه مواردی در این نامه ذکر شده که بیانگر وخیم‌تر شدن وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران هست؟ سه مورد مشخص در این نامه ذکر شده که صدور احکام حبس نامشخص و مبهم، رفتار غیر انسانی و فقدان فرایند قانونی برای رسیدگی به پرونده‌های روزنامه‌نگاران زندانی در ایران بوده که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران درخواست کرده که آقای احمد شهید حتما به این موارد توجه بکنه. در قسمتی که در ارتباط با صدور احکام حبس نامشخص و مبهم هست، به طور مشخص از آقای احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی، نام برده شده که چند روز پیش تونست بعد از 2 سال که در زندان بود برای 2 روز بتونه از زندان خارج بشه. به نحوه رسیدگی به پرونده ایشون اشاره شده در این گزارش. و یک نکته مهم دیگه هم در این گزارش در ارتباط با روزنامه نگارانی بوده که به مرخصی فرستاده میشن و آورده شده که حکومت ایران به این زندانیا فشار میاره که علیه خودشون یا علیه سایر همکارانشون اعترافاتی داشته باشن تا بتونن از اینا استفاده بکنن علیه اونها، و تحت فشار فراوان قرار میدن اینها رو. و خب یکی هم این هستش که داخل زندان اینا در فعالیت هایی که در داخل زندان صورت میگیره، مثل نامه نگاری هایی که از داخل زندان هست، نامه های سرگشاده، اینها شرکت نکنن. و در قسمت رفتار غیر انسانی با زندانی ها هم به ویژه به نام آقای هدی صابر اشاره شد که ایشون بعد از یک اعتصاب قضا در زندان فوت کرد. ایشون جدا از فعالیت های سیاسیش که با ملی مذهبی ها داشت، عضو روزنامه ماهنامه ایران فردا بود که توقیف شده بود. و خب در قسمتی هم اومده که ایران در واقع بعد از اتیوپی و سومالی در بررسی هایی که در دهه گذشته شده، سومین کشوری بوده که روزنامه نگارانش مجبور به ترک خاک کشورش شدن. با یکی از اعضای این کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در نیویورک، خانم جیپسی کیسر، یک گفتگوی کوتاهی کردم چند ساعت پیش برای اینکه این گزارش رو چقدر مؤثر میدونم و چه خواستهای مشخصی از آقای احمد شهید داشتند. علت این که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران این نامه را به آقای شهید نوشت این بود که ما مدارک آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان در ایران را در طول سالهای گذشته جمع‌آوری کردیم. وضعیت اونا به حدی بد شده که فکر میکنیم باید به عنوان یک عامل کلیدی در مأموریت آقای شهید در ایران در نظر گرفته بشه و این مسئله را در گزارشش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد بگنجونه. ما فکر میکنیم نوشتن این نامه اهمیت داره چون دکتر شهید به داخل ایران دسترسی نداره. گزارش های ما معمولا از سوی 2 منبع تایید میشه و ما جزئیات بسیاری را در مورد پرونده روزنامه نگارانی که مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفتن و یا در زندان ها کشته شدن در دست داریم و اینها بخشی از نقض حقوق بشر در ایرانه. ما فکر میکنیم که دولت ایران به اقدامات خودش ادامه میده و از هر رویدادی مثل نارامی های اخیر لندن استفاده میکنه تا نظر ما رو به سمت دیگری منحرف کنه. ما امیدواریم که آقای شهید بتونه به ایران برای تهیه گزارش بره، ولی تا اون زمان ما اطلاعاتمون رو در اختیارش قرار خواهیم داد. We hope that Dr. Shahid will gain access in the future, but we think that this is a very important first step. در هفته‌های اخیر نامه‌های متعددی به احمد شهید فرستاده شده. بچه مشترکی دارن این نامه‌ها با هم؟ خب ببینید، آقای شهید خواسته که به ایران بره، ولی مسئولان ایران هرچند جواب رسمی ندادن، اما در برخی از اظهارات مثل آقای لاریجانی بود که نیازی به حضور ایشون در ایران نیست. برای همین این نامه‌های مشترک می‌بینیم همه‌شون این هست که حالا که آقای شهید شما اجازه ورود به ایران ندارید، ما حاضریم تجربیات خودمون یا تجرباتی که بر سر عزیزانمون رفته رو در اختیار شما قرار بدیم. بچه مشترکش این بوده که اطلاعات رو ما حاضریم در اختیار بذاریم. بله، سپاسگزارم از توضیحات شما آقای صحتی. بله.